خب آقای رحیم‌پور داور بین‌المللی کشورمون باید از تشک خارج بشه که پشت قلب رو قضاوت کرد. حالا منتظریم تا دیدار حساس بین علی محمد یزدانی و محمد علی عموزاد. وای که چقدر حیف شد. من دوست داشتم این لوکوشگی در فینال به هم برخورد بکنم. دوستان درود بر شما. امیدوارم هر جای دنیا هستین دلتون شاد، لبتون خندون و ایام به کامتون باشه. چیزی من چای دوربین رو عوض کنم شاید بهتر باشه به خاطر این دوربینی که قرار داد اینجا تلویزیون ترکیه. اینجا بهتره. یه لحظه حالا یه خم رو میگیره محمد یزدانی. هر ترتیبی هست یه لحظه رو پل میبره. هنوز امتیازی رد دادن نشده. یه لحظه میرفت که محمد یزدانی رو پل ببره. دو کشتگی لولیدن به هم دیگه. محمد علی رو نگاه کنیم. حالا پایین کاملا به چهار میخ کشیدن این محمد یزدانی رو. منتظرن هر دو تا داور سرپا بده. چقدر جالب شد این صحنه. فشار زیادی داره محمد علی میاره به علی محمد که حالا دیگه داور سرپا میده. یه لحظه لوکوشگی لولیدن به هم گفت شدن تو هم دیگه. محمد علی میخواد چالش کنه. اونجا تابون منم مشکوکم که امتیاز داشت یا نه. من داشتم جابجا میشدم. بله محمد علی میگه که درخواست چالش کنن. تو اینجور موارد معمولا مربی ها دخالتی نمی کنن. دو هموطن، دو همشهری، دو مازنی در مقابل هم قرار گرفتن. هر دو دوست داشتنی، هر دو ماه و عالی، هر دو حرفه‌ای و فنی، هر دو تو قلب مردم ایران جا دارن. اصلا محمد یزدانی که کشته‌های بیشتری گرفته و شناخته شده هستش. محمد علی هم امسال عالی ظاهر شد. چقدر خوبه که ما بسیار رقیب داریم تو کشتی. تو وزن‌های مختلف خیلی بچه ها به هم نزدیکن و باعث میشه که کشتی کشورمون ارتقا پیدا کنه. ببینیم چه میکنه. منتظریم تا داور ویدیو رو بازبینی کنه و همراه هیئت ژوری. اینجا صحنه داره بازبینی میشه. ببینیم چه امتیازی رد دادن خواهد شد. برای منم مشکوکم. البته یه لحظه دقیق ندیدم ولی یه جورایی انگار محمد علی امتیازک اینجا داره. ببینیم چه خواهد شد. حیف شد واقعا. این کشتی باید در فینال اتفاق می افتاد. دوست داشتیم که این دو کشتیگیر از دو طرف جدول بودن. خب چالنج لاست و یک امتیاز برای علی محمد یزدانی ثبت میشه. محمد علی باید مراقب باشه. علی محمد زیرک و هوشیار برای زیرگیری میاد. یه لحظه محمد علی اومد برای مچ پا ولی پاهای وقتی سرحال باشه علی محمد. من واقعا عاشق کشتی‌هاشم. وقتی سرحال باشه کمتر کسی میتونه پاهای علی محمد رو درو کنه. ببینیم چه میکنه محمد علی که مطمئنا کشتی علی محمد رو میشناسه. کاملا به کشتی هم دیگه آگاه هستن. فنونی که میزنن، بدلکاری‌هایی که انجام میدن، زیر و بم کشتی همدیگر رو میشناسن. یه لحظه با پیچ کمر سعی کرد پیش بندازه علی محمد رو. طلای قهرمان کشور رو گرفت. در فینال پسرعموش رو شکست داد و دیگه اومده تو جمع مدعیان. محمد علی برادر دوقلوی رحمان تو جام بین المللی کنکورد روسیه هم تونست طلا بگیره. حاجی مراد عمروف در فینال شکست داد. تجربهش به اندازه علی محمد نیست ولی خب تا به اینجای کار خوب کار کرد. حالا درخواستی که همکاری میشه برای علی محمد. داور کشتی نگه میداره و تذکرش رو میده. این قهرمان جهان در مقابل محمد علی عموزاد از خلیل شهر. دو جویباری، دو بچه محل، دو همشهری در مقابل هم قرار گرفتن. همچنان رو از سر هم دیگه کار میکنن. 30 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم و
اصیل کتف سعی میکنه آروم آروم محمد علی رو به کنار توشه و توشه خارج کنه، یه لحظه رو پیش میندازه دور میزنه یا نه عزیز و مچ و پا رو درو میکنه. چقدر عالی دارن کشتی میگیرن، اصلا نمیخوان به همدیگه راه بدن. حالا مچ و پا رو یه بار دیگه گرو میگیرن، در میره در میره و توشه خارج میشه یک امتیاز. حالا این محمد اعتقاد داره که بخاطر فلسفن یک امتیاز هم بدن، نه یک امتیاز مورد تایید قرار گرفت یا نه رئیس شک نداد. خب پس یک امتیاز فقط به خاطر خروج از شک، نتیجه کشتی 2-0 میشه. متاسفانه تابلوهای زمان سنج بسیار فاصله داره با تشک و اگر بخوام تابلو هم تو تصویر باشه خیلی دور میشیم و زیاد حال نمیده به تو کشتی ها. به خاطر همین من مجبورم که زوم کنم که حداقل کشتی رو بهتر ببینید و لذت ببرید. ولی خب هر از گاهی تابلو هم نشون میدم که نتیجه هم و هم زمان رو داشته باشیم. خب ببینیم چه میکنن. البته دیگه تو این شرایط حرفی برای گفتن نیست، دو کشتیگی ایرانی هن و دیگه باید بیان هرچی یاد گرفتن هرچی تجربه دارن رو تشک به اجرا بزن. حادی وفایی پور که دیروز طلا گرفت اومده کمک میکنه به کادر فنیمون. متاسفانه هر از گاهی دو سه تا تشک کشتی دارن میگیرن و خیلی فشرده است روی تشک آهم دیگه. دراور کشورمون داره کشتی میگیره، ما باید آسون باشه کشتی ها دستمون در نره. خب اگر مثل دقیقه دوم عزیزانی هم که به تازگی به جمع پیوستین لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر کشتی های بعدی باشین. پیج اینستاگرامی ما یووه پارسی، اونجا ما همه ویدیوها رو براتون استوری میکنیم که خیلی راحت با کلیک برای لینکش وارد یوتیوب بشین و کشتی ها رو تماشا کنید. یه احتمال برای مچ پا همچنان تو سرشاخ تجربه بین المللی علی محمد بیشتر نسبت به دیگر دلاور کشورمون. نقره جهان رو داره تو کانون بکنش، دو نقره جهان رو داره، یکی در نروژ 2021، یکی در 2023 در بلگراد. نقره امیدهای جهان رو داره، طلای جام یاشار‌دوغو رو داره، اونجا تو فینال جیمز گرین رو به زیبایی شکست داد. مچ پا رو درام میکنه، حالا یک بار دیگه یعنی میتونه خاکش کنه. بله حالا دوتایی رو میگیره، هنوز رها نکردی، میخواد تو همون چهره کنده کشی کنه. محمد علی خلیلی یک بار دیگه دو کشتگی به هم لولیدن، هنوز رها نکرده. چه کشتی 4-2 میشه. حالا سعی میکنه جام جور کنه برای بارانداز. فشار زیادی میاده و داور سرپا میده. چه کشتی 4-0 میشه به سود علی محمد. علی محمدی که نقره نوجوانان جهان، نقره امیدهای آسیا هم تو کارنامه خودش داره. ویترین از مدال‌های خوش رنگ رو داره به جز طلای جهان که امیدواریم به زودی به اون هم برسه و مدالهاش ستش کامل بشه. محمد علی هم عالی شده، خیلی بهتر شده، همه کشورش رو کشتای زیبایی گرفت، در روسیه طلا گرفت، روسها رو قلع و قم کرد. حیف شد واقعا این کشتی میتونست تو فینال برگزار بشه. اگه دو طرف جدول بودن مطمئنا بچه ها جفتشون هم میومدن فینال، این شایستگی رو داشتن که فینالیست باشه تا به اینجای کار. ولی یه لحظه حالا میاد زیر خم و بیرون توشه خاک میکنه، یه دوتایی یا یک امتیاز بینید خودشت از توشه میان یا دو امتیاز. داور یک امتیاز میده ولی یه جوره انگار دوتا رو داشت. بله حالا دوتا ثبت میشه، دو امتیاز کاملا درسته، نمیدونم داور چرا تک امتیاز داد. اینجور ضعف ها باعث میشه که اینجور داوره دیگه تو کشتای حساس اجازه قضاوت ندن بهشون. داوره ما واقعا عالی کار کردن تو این دور از رقابت ها. سه داور بین‌المللی کشورمون تو این دور از رقابت ها حضور داشتن، آقای کارخانی، آقای قلاوند، آقای رحیم‌پور، چطور ازشون تشکر کنیم. یه لحظه رو ببینید، من گفتم وقتی هوشیار باشه، وقتی بیدار باشه، حالا میخواد کندکشی کنه علی محمد، وقتی سرحال باشه نمیشه به پاهاش رسید. اینو باید محمد علی میدونست و حالا سعی میکنه
و این فیتو رو بتابونه، ولی علی محمد زیرکتر، میدان دیده‌تر و با تجربه تره و زمان به پایان میسه. ثانیه پایانی یه دوتایی هم میگیره و کشتی رو به نفع خودش 6-2 به پایان میرسونه. دمشون گرم، دمشون گرم، تبریک میگیم به هر دو دلاور، مورد تشویق حضار واقع میشن، دمشون گرم. خب پس امیر محمد رفت به محله بعد، امیدواریم امیر محمد بره فینال که محمد علی هم بتونه تو شانس مجدد کشتی‌هاش رو ادامه بده. خب دوستان تا لحظاتی دیگر، بدرود.